وقتتون بخیر، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب و سلامت باشه. من معراج موسوی هستم، با یه ویدیو جدید در خدمتتونم. داخل این ویدیو میخوام یک نون سیر بی‌نظیر با سس پستو رو بهتون آموزش بدم. یعنی هم آموزش سس پستو رو می‌بینیم، هم یه نون سیری که خیلی خوشمزه میشه با این سس. یعنی حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این پیشغذای بی‌نظیر رو درست بکنید، ازش لذت ببرید. قبل از هر چیز که بریم داخل ویدیو، ازتون میخوایم با لایک و کامنت من رو همراهی کنید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. با من همراه باشید. خب دوستان، اول از همه برای درست کردن این سس سبز بی‌نظیر، دو حبه سیر به همراه نصف پیمانه دانه کاج بوداده شده یا بادوم زمینی یا حتی گردو هم میتونید استفاده کنید. باید این دوتا رو خوب آسیاب کنید یا با گوشکوب برقی، حتی با روندو هم این کار رو میتونید انجام بدید. بعد از اون دو پیمونه ریحون اضافه میکنیم که من از ریحونهای باغ خودمون استفاده کردم. توی دستور اصلیش بیزل ایتالیایی هست که مزهش تقریبا مثل همون ریحون میمونه. نصف پیمونه روغن زیتون فوق بکر اضافه و خوب با همدیگه میکس کنید. روغن زیتونتون معمولی هم بود هیچ اتفاقی نمیفته. بعد از اون سه قاشق غذاخوری پنیر پارمزان، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و نمک و کار تمام شد برای سس پستو. بوش بی نظیره، حتما امتحان کنید. چون با این سس میخوام نون سیر درست کنم، سه تا حبه سیر دیگه بهش اضافه میکنم. توی انتخاب نون میتونید نون فرانسه، نون باگت و حتی من از اکمک ترکیه استفاده کردم. زیاد فرقی نمیکنه. از وسط به دو قسمت تقسیمش کنید تا بریم سراغ سس. سسمون نصف پیمونه روغن زیتون داشت، ولی باید 20 تا 30 گرم دیگه بهش کره با دمای اتاق اضافه کنید، چون نون سیر باید خیلی چربتر از این حرفا باشه. یه فویل کف سینی فر بذارین، دوتا نون رو اینجوری روی هم، فویلم روش، بذارید داخل فر درجه 180 به مدت 10 دقیقه. پنیری که براش میخوایم استفاده کنیم پنیر موتزارلا هست، ولی از من بشنوید یه ذره پنیر فتا اگر بهش اضافه کنید خیلی خوشمزه تر میشه. نونمون یه مقدار کریسپی شده. سس رو که با کره مخلوط کردیم به این شکل روی تمام نون پخش کنید. حالا پنیر رنده شده تمام سطحش رو بگیره، بره داخل فر درجه 180 تا قدری که پنیر آب شه. لازم نیست روش طلایی بشه یا هر چیز دیگه ای. از فر که در آوردین میتونید یه مقدار پنیر پارمزان و یه مقدار اورگانو روش بپاشید برای طعم و عطر بهتر. در رابطه با پنیر پارمزانم، یه پنیری با طعم شور، یه مقدار ته مزهش کفک زدگی رو میشه حس کرد و برای جایگزین کردنش میتونید از پنیر کهنه داخل کوزه یا پنیر فتا یا حتی پنیر تبریز به نظر من استفاده کنید. امیدوارم این فیلم مفید باشه. لایک و کامنت یادتون نره. همیشه موفق و پیروز باشید.